بوده و در اون شرایط خب اون گروه که ناامن خودشون رو حس میکردن، با اینی که هر دفعه تلویزیون رو روشن میکنن، هر دفعه رادیو رو نگاه میکنن، هر دفعه که سر کار میرن دوباره به یک ماجرای دیگه ای دارن روبرو میشن، چون از قبل هم حتی این مهارت رو نداشتن که با تشویش و التهاب کنار بیان، برای اون گروه 100% بدتر شده. مسلما، یعنی میبینیم که افرادی که نگران هستن همواره به مسائل و مشکلات فکر میکنن و دل مشغول اون نگرانی های مختلف زندگی هستن. بنابراین وقتی که یک حادثه‌ای پیش میاد، ممکنه خودشون رو ببازن، ممکنه خودشون رو گم بکنن، ممکنه که حالتی پیش بیاد که اصلا فلج کننده باشه و نتونن اون ادامه راهی رو که میرفتن برن، و یا اینکه حالا بیان نگاه کنن ببینن که در برابر این مسئله چه کارهایی میتونن بکنن، چون ممکنه که یک سری استانداردهای زندگی به هم خورده باشه و این جریان نباشه که من از هستی ساقط شده باشم، یا اینکه حالا یه تغییرات خیلی اساسی برای من خدا نکرده به وجود اومده باشه، بیماری های دیگه ای وجود داشته باشه. بنابراین میبینیم که یه سری افراد هستن که مشکلات روبرو میشن، کوپ میکنن، مسائل رو نگاه میکنن، خیلی از دوستان و رفقایی رو دارن که باهاشون در تماس قرار میگیرن و سعی میکنن ببینن برای اون مسئله چه کاری میتونن بکنن. منتها افرادی که دچار نگرانی ها هستن به یک باره ممکنه خودشون رو ببازن و بدون اینکه اون مشکل رو حل کرده باشن به دست فراموشی ممکنه بسپارن و این هی در مغزشون پشت سرشون میاد و میره و بدون اینکه بتونن کار برای اون مسئله بکنن رها میکنن و فرار میکنن از حل مسئله و میرن متاسفانه. و وقتی که فرار بکنن از حل مسئله، بعضی موقع میبینیم که چشمامون باز نیست به اینی که چه اتفاقی داره میفته، چون فقط داریم فرار میکنیم و در اون شرایط ممکنه که عواقب خیلی بدتری داشته باشیم. یعنی اینی که اگر فرزن اشخاصی باشن که کلن خرج کردنشون همیشه مدلی بوده که زیادتر از درآمدشون بوده و امروز یه طوری توی این مدت هی خودشون رو رسوندن، حالا با کردیت کارت بوده، مدل های خوب بوده، رسوندن. امروزی که مسائل داره بدتر و بدتر میشه، وقتی که دوست نداره اون شخص واقعیت رو نگاه بکنه یا نمیتونه، انقدر براش دشوار این واقعیت رو نگاه کردن و هی عقب میزنه، این عقب زدنش میبینیم که مشکلات بیشتری برای اون به وجود میاره و این مشکلات بیشتر تبدیل میشه به اینه که حالا اگه کردیت کارتاش زیاد بودن بدتر خواهند شد، ممکنه عقب بیفتن، ممکنه پنالتی بگیرن، یعنی پشت سر هم اگر از کسی قرض گرفتن نمیتونن بهش پس بدن، عصبانی میشه، آدمای اطراف دستشون عصبانی میشن، اونا بیشتر تو خودشون فرو میرن و میبینیم عواقب خیلی بدتری رو برای خودشون مکررن درست میکنن زمانی که حاضر نیستن روبرو بشن با اون مسئلهی که باید یک طوری بالاخره حلش کنن. بله، همینجوری که گفتین بعضی از افراد از مکانیزم‌های دفاعی استفاده میکنن که مثل دینایل که اصلا خب انکار که اصلا نه اتفاقی نیفتاده و همینجور جلو میرن و میبینن یهو به یک مشکل موزمی برخورد کردن، و یا اینکه طبق تحقیقاتی که شده میبینن که در خانم ها یه سری کوپینگ مکانیزم هایی به کار میبرن که متاسفانه ناسالم و نادرسته، در موقعی که انزایتیشون بالا میره میرن و خریدهای بسیار زیادی میکنن، خریدهایی که اصلا لزومی نداره، یا اینکه اشتهاشون به هم میخوره، و در جمع میبینیم که باز طبق تحقیقاتی که در مورد خانم ها انجام گرفته دیدن که خانم ها انزایتی رو در مواردی که اقتصاد خراب هست خیلی بیشتر از آقایون نشون میدن. یعنی اینکه طبق آمار اگر آقایون 75% استرس داشتن، خانم ها یه چیزی در حدود 84% دچار استرس شدن. نه تنها دچار استرس میشن،
بلکه یک مشکلات فیزیکی هم پیدا میکنن، ممکنه دچار سردردهای زیادی بشن، دل درد بگیرن و مودشون کلا بالا پایین بره و در خانواده کل همه چیز یهو به هم بخوره. مثلا وقتی که دچار انزایتی هستن ممکنه شروع کنن به دعوا کردن، سر بچه ها داد زدن و خب بچه هم که اطلاعی ندارن که چه موردی پیش اومده یا چه مسئله ای هست، متأهل میبینن که با این مودی که خانم ها ممکنه بالا پایین برن، آقایون یهو بالا پایین برن تو این مسائل و مشکلات و مخصوصا بچه ها خیلی زود استراب خانواده رو میگیرن بدون اینکه حتی صحبتی در مورد شده باشه یا بدونن که مسائل چه خبر هست. بنابراین توصیه هایی هست که برای اینکه جلوگیری بشه، حداقل اگر وضع اقتصادی بده بتونن افراد به خودشون و خانواده ها کمک هایی بکنن که این انزایتی رو پایین بیارن. یعنی حداقل میتونن تغذیه سالمی داشته باشن، میتونن ورزش بکنن، میتونن پیاده روی بکنن که از استرسشون پایین بیاد، یا کارهای خیلی کوچیکی که میتونه براشون خوشحال کننده باشه و در ضمن اون انزایتیشون رو پایین بیاره. مثلا یه دوش آب گرم بگیرن، میتونن با حیواناتی که در خونه دارن یه مقدار بازی بکنن، میتونن قبل از خواب یه کتابی بخونن. همه اینها چیزای کوچیکی هست که ممکنه خرجی نداشته باشه برای شما ولی باعث بشه که استرس شما پایین بیاد و در زمانی که استرس ما پایین میاد خیلی بهتر میتونیم تصمیم بگیریم و مشکلات رو حل بکنیم تا در وقتی که استرس بالا هست. باز بر اساس تحقیقاتی که شده ایمنیوم سیستم بدن خیلی پایین میاد و فرد دچار بیماری های مختلف میشه و جلوی این رو میگیره که بتونه به طور صحیح فکر بکنه و مسائلش رو حل کنه. دقیقاً یکی از صحبت هایی که میفرمایید راجع به خانم ها American Psychological Association به نظر میادش که این تحقیقات رو انجام داده و وقتی که این تحقیقات رو انجام داده در این آمارگیری مشخص شده که خانم ها کلن در امریکا استرسشون بالاتر هست. من میتونم حتی حدس بزنم که در جامعه ایرانی اون استرس یه مقدار زیادی نوع دیگه هم میتونه بالاتر باشه، چون وقتی شما ایران رو آمارش رو نگاه میکنین تقریبا یه چیزی مثل 14% تا 20% خانوم ها فقط دارن کار میکنن و درآمد میارن، بلکه بقیه خانواده ها اکثرا خانوم ها نقششون در نگه داشتن خونه، نگه داشتن فرزندانشون هست و درآمد اصلی رو شوهرشون میاره. حتی در امریکا که خیلی از موقع ها مجبور هستند خانواده ها هر دو نفر کار بکنن، با این حال درآمد اصلی رو اغلب در خیلی از خانواده های ایرانی درصد بالا، نمیگم همه ولی درصد بالا، همسرهای شوهرشون هستن که دارن درآمد های بالا رو میارن و در حقیقت کل زندگی رو میگذرونن. ولی خانم ها دلیلی که خیلی موقع ها تشویش و التهابشون بالا میره به خاطر اینه که خیلی طریقی که زندگی رو میگردونن اونهان، یعنی اونهان که دارن پرداخت میکنن برای بیلها، اونهان که بیشتر حواسشون هست به نظم دادن. خیلی موقع ها آقایون درآمد رو میارن ولی خانوم ها هستن که اون درآمد رو دارن منیج میکنن و میبینن که کجا باید باشه. در نتیجه این مدلی که یک مقدار بودجه‌ای دارن و از این طرف تمام خرج ها دست اونهاست و میدونن توی این مدت که چجوری باید خرج میکردن، اونجاست که میبینیم التهاب میره بالا. و بعد زمانی که آقایون هم التهابشون میره بالا که تا حالا یه مقداری پول میآوردن حالا نمیتونن و بعد میان خونه، خانم به طبق دانشی که داشته، طبق مقداری که داشته استفاده میکرده و خونه رو، خونه زندگی رو درست کرده بوده، دوباره طبیعتا همونقدر مقدار پول رو احتیاج داره از همسرش که تونه خونه زندگی رو نگه داره. و اونجاست که خیلی موقع در این شرایط همسرها میگن خب دیگه ندارم، نمیتونم، و وقتی که هر وقت ازشون سوال میشه که ممکنه پول داشته به من بدی، اونها هم عصبی میشن چون ندارن که بدن، یا حداقل اون قسمت رو دارن نگاه میکنن که خب یه بیزنسی که تا یه مدتی بالا بوده حالا اومده پایین، یا هر لحظه ممکنه که از کار بیکار بشه و شاید به مقدار خیلی طولانی نگفته بوده حتی به همسرش، بخاطر اینکه نمیخواسته که تشویش و التهاب همسرش بره بالا. و در اونجا یک دفعه وقتی که این اخبار میاد
خیلی حالت شوک‌آوری